واستخف يمين بكيانكم هك لا يكاد يبين تجفى وتعبد والطحائن تغتلي والدهر يقسو تارة ويلين وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لم يرقى لها تلحين لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين در درس قبلي در رابطه با توحید در خالقیت یک سلسله نکاتی خدمت شما تقدیم شد. عرض کردیم که معنا و مفهوم خالقیت یا مقصود ما از اصطلاحی در توحید در خالقیت این است که در این عالم خالق مستقل منحصر به ذات خدای سبحان هست. اما اگر مقصود از خالق یا توحید در خالقیت عم از خالق بالتبع باشد اون زمان امکان دارد که صفت خلق یا خالقیت بر غیر خدای سبحان اطلاق بشود. به عبارت دیگر به صورت علل طولی امکان دارد که هم بندگان خالق باشند و هم خدای سبحان خالق باشند و بر این اساس مسئله ثواب و جزا و مسئله عدل الهی و یک سلسله مسائل دیگر در عرصه تفسیر قرآن قابل حل خواهد بود. در این جلسه در رابطه با توحید در عبادت محضر شما هستیم. توحید در عبادت که باز یک از مراتب توحید و یکی از شاخه های توحید هست، در مقایسه با توحید صفاتی یا در مقایسه با توحید در خالقیت جنجال برانگیزتر و یک سلسله مسائل و مشکلات عملی را در جهان اسلام به بار آورده است. اولین نکته این هست که توحید در عبادت یعنی چی؟ توحید در عبادت معنایش این هست که انسان معبودش باید یکی باشد. به عبارت دیگر در این عالم پرستش فقط حق خدای سبحان هست. ماها حق نداریم که کسی غیر از خدا را پرستش بکنیم. توحید در عبادت از نظر اقوال مورد اتفاق همه دانشمندان جهان اسلام است، چه در دنیای برادران اهل سنت و یا جهان اهل تشیع کسی نداریم که منکر این اصل باشد. اصولا ما مسلمان ها وقت شعار می دهیم لا اله الا الله که جزء شعار ابدی و همیشگی اسلام شده است و یا در شبان روز مکرر می خوانیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین که آیه پنجم سوره مبارکه حمد هست که خدایا تنها تو را عبادت میکنم و تنها از تو کمک میطلبم. کل اینها نشان دهنده همین باور و همین اعتقاد هست که معبود نمیتواند بیش از یکی باشد. اونی که شایسته پرستش هست، اونی که باید مورد عبادت ما انسانها باشد، عبارت هست از ذات خداوند متعال و کسی دیگر را نباید پرستش کرد. بنابراین در این عرصه از نظر اقوال ما مشکل نداریم. مشکل این هست که اصلا خود عبادت یعنی چی؟ مصداق عبادت چی میتواند باشد؟
در این مرحله هست که متاسفانه در جهان اسلام یک سلسله اختلافات خصوصا در عصر حاضر به چشم میخورد. کلمه عبادت که خود یک کلمه عربی است، واژه عربی است، اصلش عبده بوده است، از ریشه عبده گرفته شده است. وقتی کتاب های لغت مثل معجم و مقایس لغه را در ذیل همین ماده ببینیم، میبینیم که معنای عبده را نرمی گرفته اند. عبده یعنی نرمی. اما بیشتر از اون گاه کاربرد این ماده در انقیاد و خضوع و تذلل هم هست. پس بنابراین یکی از معانی عبده عبارت است از انقیاد، از خضوع، تذلل و تکریم کردن. و همین معنا هست که در عبادت مصطلح یا در توحید در عبادت کاربرد دارد. سؤال این هست که اصلا معنای اصطلاحی عبادت چی هست؟ آیا وقت ما توحید در عبادت میگوییم مقصود ما از عبادت همین خضوع کردن هست؟ مطلق خضوع کردن میتواند عبادت باشد؟ هر نوع تکریمی میتواند عبادت باشد یا نه؟ در پاسخ به این سؤال در ابتدا من معنای اصطلاحی عبادت را، اون معنای صحیح را خدمت شما عرض میکنم و در ادامه به اختلافات موجود در این مسئله و ادله اقوال خواهیم پرداخت. معنای عبادت یا معنای اصطلاحی عبادت هر نوع خضوع و تذلل عبادت نیست. اون خضوع و تذللی است که ناشی از اعتقاد به الوهیت و یا ربوبیت مخضوع له باشد یا معبود باشد. کسی را که ما پرستش میکنیم، کسی را که به عنوان خدا باور داریم، باید علاوه بر تکریم او، باید علاوه بر خضوع در مقابل او، این باور، این اعتقاد را نسبت به او داشته باشیم که او معبود ما هست، او رب و پروردگار ما هست. هر یک از این قیود اگر نباشد، عبادت اصطلاحی یا عبادتی که مورد نظر قرآن کریم هست صدق نخواهد کرد. اما اینکه در معنا و مفهوم عبادت خضوع نهفته است، اصولا کرنش و تکریم میتواند مصداق عبادت باشد، در این جهت ظاهرا جای حرف نیست. همه علمای لغت و علمای کلام و همه فرق اسلامی تا این حد متفقند که در عبادت اصطلاحی خضوع نهفته است، تکریم نهفته است، ستایش نسبت به معبود در معنای اون وجود دارد. نکته ای که اینجا هست همین قید دوم هست، اعتقاد به ربوبیت، اعتقاد به الوهیت معبود بر چی اساس هست؟ آیا دلیل داریم؟ در پاسخ به این سوال جواب ما این هست که در قرآن کریم یک سلسله آیاتی داریم، از جمله این آیه شریفه که یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، سوره مبارکه اعراف آیه 59. ای قوم من، خدا را عبادت بکنید، چرا که غیر از خدا برای شما معبود نیست. شبیه این تعبیر در قرآن کریم بسیار مکرر نقل شده است. شاید بیش از 10 بار این جمله یا این آیه را داشته باشیم که یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. پیغمبران مردم را از پرستش غیر خدا نهی می‌کردند. بعد علت می آوردن که ما لکم من اله غیره، چرا غیر خدا را پرستش نکنیم؟ چون غیر از خدا نمی تواند صفت الوهیت یا اله شما باشد. اگر الوهیت و اعتقاد به اله بودن در معنای عبادت نبود، حداقل در معنای اصطلاحی مورد نظر قرآن نقش نداشت، این نوع تعلیل و استدلال کردن موردی نداشتند. به عبارت دیگر انبیای عظام علیهم السلام این نکته را در خاطر شریف داشتند که معبود باید کسی باشد که انسان اعتقاد به الوهیت او داشته باشد، و الا اینجا امکان داشت که بگویند ما لکم من اله غیره، یعنی ما غیر خدا را عبادت میکنیم، اعتقاد هم به اله بودنش نداریم. در حالی که انبیا علیهم السلام این نکته را مسلم گرفتند، کنه این در ارتکاز بود
که هر کسی که مورد عبادت واقع می شود، هر چیز را که می خواهیم پرستش بکنیم، باید دو تا چیز وجود داشته باشد. یکی خضوع و کرنش در مقابل او و دیگری اعتقاد به الوهیت او، دیگری اعتقاد به ربوبیت او. با توجه به اینکه در قرآن کریم این آیه بسیار تکرار شده است و از نظر اهل فن وصف مشعر به علیت هست، با این روی کرده که ما عرض کردیم و با توجه به این دلیل به اثبات میرسد که در عبادت مورد نظر قرآن این دو رکن باید باشد. با فقدان هر رکن عبادت مصطلح صدق نخواهد کرد. به عنوان معید، اگر زندگی عرب جاهلی را در نظر بگیریم، اونهایی که در فضای قرآن بودن، مخاطب قرآن بودن، بازم میبینیم که قرآن کریم عرب جاهلی را که نهی میکردن از عبادت بودها و امثال بودها، عرب جاهلی همه ایشون اعتقاد به الوهیت داشتن، اگرچه معتقد بودن که گاهی خدای کبیر داریم، گاهی خدای صغیر داریم، همه را در یک رتبه نمیدانستن، ولی معمولا معتقد بودن که آنچه که مورد عبادتشون هستن ربشان هستن. بر این اساس این هم یک نکته تاریخی و میتواند معید این بحث باشد. پس بنابر این عبادت در جای صدق میکند که به باور عبادت کننده، عبادت شونده واجد صفت الوهیت و ربوبیت باشد. الوهیت یعنی اونی که شایسته پرستش هست، اونی که شایسته عبادت هست، اونی که شایسته اطاعت هست. اما شایستگی ها بر چه اساس قابل تحلیل هست؟ باید چه خصوصیاتی داشته باشد تا شایسته عبادت باشد؟ از حوزه این بحث و از این جلسه ما و شما خارج هست. بنابر این نتیجه بحث تا اینجا این می شود که اصل توحید در عبادت جای هیچ گونه حرفی ندارد. مشکلی که در جهان اسلام و در میان اندیشمندان جهان اسلام هست این نکته هست که عبادت یعنی چی. هر جور تفسیری که از عبادت بکنیم بر اساس اون بحث شرک و توحید پیش میاد. کسان عبادت را بسیار موسع تفسیر کردن، مطلق خضوع و تذلل را مساوی با عبادت دانستن، نقش عقیده را نادیده گرفتن، بر اساس اون معتقد شدن که بسیار دچار شرک هستند. در حالی که با این روی کرده که اینجا مطرح شد و این روی کرد باور علمای شیعه هست، براحتی میتونیم توحید در عبودیت را جوری تفسیر بکنیم که بسیار از باورهای مسلمانان منافاتی با توحید در عبودیت نداشته باشد. به عبارت دیگر اگر نگاه جامع به خود قرآن کریم هم داشته باشیم، انسان به این باور میرسد که مطلق خضوع و تذلل در منطق قرآن عبادت نیست. چرا؟ اگر مطلق خضوع و تذلل را عبادت بدانیم، در میان ما انسان ها کسی موحد نخواهد ماند. علتش هم روشن هست. ما انسان ها فطرتاً نسبت به موجود بالاتر از خود خاضع هستیم، در مقابل او تواضع انجام می دهیم. شما یک پیغمبر را در نظر بگیرید، امام را در نظر بگیرید، استاد و پدر و مادر را در نظر بگیرید، هر انسان به صورت فطری در مقایسه با موجودی برتر از خود احساس تواضع می کند. ممکن است در مقابل او خضوع و کرنش داشته باشد. اگر مطلق احترام گذاشتن تمام اقسام خضوع و کرنش را عبادت بدانیم، پس باید معتقد بشویم که همه انسان ها نمی توانند هیچ وقت موحد واقعی باشند. یکی از مراتب توحید را که توحید در عبادت باشند در زندگیشون پیاده نمایند. بر همین اساس هست که مطلق خضوع و تذلل نمی تواند عبادت باشد. علاوه بر اون، اگر قرآن کریم را باز بکنیم، در سوره مبارکه اسراء آیه 24 قرآن به صراحت دستور می‌دهد که در مقابل پدر و مادر خضوع و تذلل داشته باشید. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما کما ربیان صغیرا.
به صراحت از واژه و کلمه ذل اینجا استفاده شده است. اگر مطلق ذلت، اگر مطلق تواضع، اگر همه اقسام کرنش را مصداق عبادت بدانیم، پس با این تصریح قرآن کریم خضوع در برابر پدر و مادر، احترام و کرنش در برابر مقام پدر و مادر باید از مصادیق عبادت باشد. بنابراین باید کاری کرد، کل آیات قرآن را کنار هم گذاشت، از مقایسه با بعضی با بعضی دیگر روح عبادت را، ارکان عبادت را، مقومات عبادت را با روی کرد قرآن کریم به دست آورد. ما معتقدیم که قرآن کریم از عبادت تفسیر خاص دارد و این تفسیر خاص تا حدود فاصله دارد از معنای لغوی عبادت. قرآن خودش دارای اصطلاحی است. قرآن کریم عبادت را دارای اون دو رکن می داند که تا هنوز در این جلسه خدمت شما توضیح دادم. به علاوه اون، نه تنها مطلق خضوع عبادت نیست، خضوع زیاد هم نمیتواند عبادت باشد. یعنی تا زمانی که قید الوهیت، تا زمانی که اعتقاد به ربوبیت در ذهن عبادت کننده نباشد، هیچ وقت مطلق خضوع مصداق عبادت نخواهد بود. لذا بر اساس فرمایش قرآن کریم در سوره بقره آیه 34، ملائک مأمور به سجده برای حضرت آدم شدند. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. با توجه به مأمور شدن به سجده، سجده نهایت خضوع را میرساند، سجده نهایت تذلل را میرساند. اگر احیانا سجده کردن در برابر حضرت آدم عبادت بود و توحید عبادی جزء واقعیات هست، جزء مراتب توحید هست، خداوند سبحان هیچ وقت همچه دستور نمیداد. بنابراین با توجه به این آیه شریفه و البته موارد دیگر مثل سجده کردن حضرت یعقوب برای حضرت یوسف و آیات دیگری که در قرآن کریم داریم، اگر کل اینها را در کنار هم بچینیم به همون نتیجه میرسیم که خدمت شما عرض شد. پس خضوع، انواع خضوع یا خضوع بیش از حد هیچ کدام نمیتواند مصداق عبادت باشد. به عبارت دیگر، اگر بخواهیم توحیدی در عبادت را، توحیدی در عبادت را مثل توحیدی در صفات و مثل توحید در خالقیت مرزبندی بکنیم، اینجوری میتوان مرزبندی کرد که باید اعتقاد به الوهیت در کنار خضوع باشد، باید اعتقاد به ربوبیت که اصطلاحا همون کارگردانی عالم هست در کنار خضوع باشد، باید اعتقاد به تفویض فعل خدا نسبت به کسی، این که خدای سبحان در عرصه تکوین یا در عرصه تشریع اختیاراتش را به موجود داده باشد و اون موجود مستقلن بتواند کارهای خدا را انجام بدهد، چی در عرصه تقنین و چی در عرصه تشریع. در عرصه تکوین مثل میراندن، مثل باران فرستادن، مثل رزق را کم و زیاد کردن، اینها می شود تکوینیات. در عرصه تقنین مثل امر و نهی خدا. اگر کسی به این باور برسد که موجودی مستقلن میتواند این کارهای خدا را انجام بدهد، در جای خدا امر و نهی بکند، در جای خدا بدون اذن خدا بتواند کسی را بمیراند، این بدون شک منافی با توحید خواهد بود. بنابراین در توحید در عبادت باید این نکات را در نظر گرفت. اگر کسی از این نقاط تعدی بکند دچار شرک شده است، ولی تا زمانی که در این محدوده باشد، این باور و اعتقاد را نسبت به عبادت شوینده نداشته باشد، هیچ وقت دچار شرک نخواهد بود، بلکه کارش عین توحید هست. با توجه به مباحثی که تا هنوز مطرح شد، امیدوارم که توحید در عبادت تا حدود توضیح شده باشد. پس در توحید در عبادت تنها خضوع و تذلل کافی نیست. مطلق خضوع انسان را دچار شرک نمی کند. اون زمان انسان مشرک می شود که در مقابل پرستش شوینده هم خضوع و کرنش داشته باشد و هم علاوه بر خضوع و کرنش این باور را داشته باشد که طرف رب او هست،
طرف معبود او هست، طرف میتواند مستقلن کارهای خدای سبحان را متکفل باشد و انجام بدهد. اگر این نکته برای شما سروران عزیز روشن شده باشد، از اینجا میتوان به یک سلسله موضوعات جنجالی پول زد و اشاره ای داشت. مثلا توسل به اولیای خدا، توسل جستن به اهل بیت و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، کمک طلبی از اولیای خدا در زندگیشان، کمک طلبی از ارواح اولیا بعد از فوتشان، طلب شفاعت در زندگی و مرگ اونها، قسم دادن خدا به عظمت اولیای خدا، مثل این که انسان خدای سبحان را قسم بدهد به حق پیغمبرش، به آبروی امام حسین مثلا، به آبروی اولیا و شهدا مثلا، یا تبرک و استشفا به آثار اولیای دین. انسان تبرک بجوید یا طلب شفا بکند از تربت امام حسین علیه السلام، از خاک پیغمبر خدا و امثال اینها، یا انسان یک سلسله نذورات برای اهل قبور داشته باشد. انسان نذر میکند به امید رسیدن به فلان حاجت برای فلان شهید، برای فلان پیغمبر یا فلان امام. تمام این کارها نوع تعظیم هست، در این شک نیست. اگر ما و شما عمل کرد مؤمنین و متدینین را در خارج ببینیم، تمام این کارها با این باور هست که طرف نوع اعتقاد به اون طرف دارد. وقتی توسل می جوید، وقتی کمک می طلبد، به قدرت طرف، به ایمان طرف، به مقام بالای طرف ایمان دارد، تا اینها جای شک نیست. ولی هیچ وقت نمی توان انصافا اگر استقرا بکنیم، هیچ یک از مؤمنین این باور را ندارد که اولیای خدا، شهدا، پیغمبران و امثال اینها رب او هستند. مستقلا در جای خدا می توانند یک سلسله اقدامات را در این عالم انجام بدهند. لذا اگر ما و شما اون رکن اصلی عبادت را که همون اعتقاد به ربوبیت باشد، اعتقاد به الوهیت باشد، اعتقاد به اختیارات فوق العاده استقلالی باشد، اگر این باورها را ببینیم، در ذهن هیچ یک از ماها وجود ندارد. بنابراین هیچ وقت نمیتوان توسل، تبرک، استشفا و امثال اینها را منافی با توحید در عبادت دانست، چرا که این کارها اصلا عبادت نیست. تا منافات با توحید در عبادت باشد و نتیجه شرک انسان بشود. عرض کردم توحید در عبادت را باید مرزبندی بکنیم، باید اون نقطه صفر مرز را شناسایی بکنیم. با توجه به این دو معیاری که ارائه شد، هیچ یک از این حرکات نمیتوانند به عنوان عبادت مطرح شوند. البته بحث ما در حلیت حرمت نیست، ممکن است یک سلسله کارهای یا اعمال یا رفتار در خارج واقع بشود که از نظر فقهی حرام باشد. بحث ما در حرمت و صحت و بطلان نیست. بحث این است که مجموعه اعتقاداتی که، مجموعه باورها و رفتارهایی که امروزه به عنوان شعار شیعه در خارج مطرح هست، مثل زیارت قبور، مثل زیارت اولیاء الله، مثل توسل جستن، در هیچ کدام انسان اعتقاد به الوهیت ندارد، اعتقاد به ربوبیت ندارد، بلکه خضوع و تذلل در همه این کارها نهفته است و صرف خضوع و تذلل نمیتواند یک عمل را عبادت بکند. و الا سجده ملائک برای حضرت آدم باید عبادت باشد، سجده حضرت یعقوب برای حضرت یوسف باید عبادت باشد. به همین جهت هست که ما عرض کردیم باید با روی کرد قرآن اینجا جلو برویم. اصولا توحید در عبادت، اختلافاتی که امروز در جهان اسلام متاسفانه وجود دارد و احیانا خونریزی های بر همین اساس صورت می گیرد، همگی با فهمی از همین آیات قرآن هست. قرآن کریم مجموعه آیاتی در این عرصه دارد. کل این آیات را اگر در کنار هم بگذاریم، براحتی می بینیم که توسل، زیارت و امثال اینها عبادت نیستن. وقت عبادت نباشن، شرک یا شرک در عبادت یا عملی منافی با توحید در عبادت از هیچ یک از مؤمنان صادر نمی شود. نتیجه بحث این شد که توحید در عبادت یک از مراتب توحید هست. برای این که کسی را مشرک بدانیم، برای این که به کسی نسبت شرک را بدهیم، باید این خط قرمزها را عبور کرده باشد.
هم نسبت به اون طرف اکرام بکند، احترام بکند، و هم علاوه بر اکرام و احترام اعتقاد به الوهیت و ربوبیت طرف داشته باشد. با فقدان هر یک از این ارکان عبادت مستلح صدق نخواهد کرد و توحید در عبادت صادق خواهد بود. امیدوارم که توحید در عبادت را مثل توحید در خالقیت و مثل توحید در صفات برای شما عزیزان توانسته باشم منتقل بکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لا يسار واستخف يمين بكيانك هيك لا يكاد يبين تجفى وتعبد والضغائن تغتلي والدهر يقسو تارة ويلين.